سرک دارلمان در شهر کابل که به شورای ملی نیز منتهی می شود شاهد برپاشتن چندین خیمه تحصن به هدف عدالت خواهی برای زنان است. کله چې موږ وایو چې رئیس جمهور داسې یو شخص دی چې هغه د ښځو حقونو ته احترام لري چې اوس خاموش دی، زما باور په دې چې د خبره نه ده ورته رسېدلې چې یو نفر له پاکتیا نه راوړل سوی دی، له یوه طرفي منطقې نه، لرې پرتې منطقې نه، او دغه شی غواړي چې راسته زما مخه ونیسه چې خپله خور په بده کې ورنکړم. از سوی دیگر مادر زهرا، دختری که پس از سوزاندن از سوی خانواده شوهرش در ولایت غور جان باخت، هنوز هم در کنج خیمه تحصن نشسته و از حکومت می خواهد تا عاملین این جنایت را مجازات کند. اگر رئیس جمهور صدای من می شنوه، بازخواست می کنه، واقعا با رئیس جمهور عدالت می کنه، باید عدالت شه، باید بازخواست می بشه، باید اونا رو به محکمه بکشم، باید ما نیم گفت که خون می گیرم، 100 سال در آخر نمی فروشم. علیرضا شهرستانی که نقاش توانایی است نیز می گوید که خشونت علیه زنان او را واداشت تا خیمه تحصن برپا کند. وی به حمایت از حقوق زنان اکنون دست به اعتصاب غذایی نیز زده است. اعتصاب از ما به خاطر حقوق زن در این مملکت که داره نادیده گرفته میشه. من خودم مریضم بودم که اعتصاب غذایی کردم. به تازگی زلفیه، دختر 15 ساله که قربانی تجاوز جنسی گروهی شده، نیز با این اعتراض کننده ها پیوسته است. زلفیه خواستار مجازات عاملین تجاوز جنسی گروهی برآید. باید مجرم نرس یا جن گرفتار کنند. اونا آزاد هم دستای طالب و هم در سای حکومت آزاد گشت و گذار میکنم. شب میرند خانه خود، روز میرند دستای طالب. دولت به نرس یا جن مجرمین گرفتار کنند. چرا نمیکنند؟ قضایای خشونت علیه زنان در افغانستان تنها با این خاتمه نمییابد، بلکه ده ها قضیه دیگر از سوی کمیسیون مستقل حقوق بشر ثبت شده و یا هم به دلایل گوناگون از سوی مردم پنهان نگه داشته شده است. در این حال مقامات حکومتی میگویند که در زمینه جلوگیری از خشونت علیه زنان اقدام کرده و حتی برخی از عاملین این جنایات را بازداشت و هم محاکمه کرده اند. افغانستان که در شوز پرولند تاوتریخواله است، تامور نصر دولای، اما کوم مسئله چه مهمه ده، هغه داده چه د افغانستان حکومت تاوتریخوالی پرزد اقدام کرده ده. هغه کسان چه په مرکز و ولایتونو که ده تاوتریخوالی که شامل و حقوی نیول سوی ده، عدلی و قضایی ارگانونو تمالیف سوی ده و بلاخره ده خلال مال پسزار سدلی ده. آقای فیصل می افزاید که مبارزه با خشونت علیه زنان کاری یک روزه نیست و حکومت برای ریشه‌کن ساختن آن به گونه دوامدار تلاش می کند.